رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، سلام وقتتون بفرمایید. بخیر. من یه سوال داشتم، یعنی یک سوال که چرز کنم، سوال داشتم در مورد فرزندانم، ولی قبل از اینکه سوالاتم در مورد فرزندانم بپرسم، یک توضیح کوتاه در مورد خودم، همسرم و زندگیمو میخوام بدم و امیدوارم که شما تشخیص بدین که این زندگی یک گلستان هست که فقط چند تا خار توشه که گاهو داره به دست و پای این بچه ها میره، نه اینکه یه خارستانی باشه که فقط چند تا گل توشه. بنده 36 سالمه، همسرم از من 14 سال بزرگتره. ما حدود 8 ساله که با همدیگه آشنا شد، یعنی 8 ساله که همدیگه رو میشناسیم، 7 ساله که ازدواج کردیم. فرزند اولم، یعنی پسرم 5 سالشه و دخترم 3 سالشه. من و همسرم رابطه خیلی خوبی با هم دیگه داریم. ایشون انسان بسیار مسئول متعهدی هستن و بسیار آدم متعادلی هستن و خصوصیات خیلی خوبی دارن، آدم مدیری هستن، بسیار آدم منظمی هستن. و شما از کجا تلفن میکنید؟ من از آلمان زنگ میزنم. چه مدتی است که شما آلمان هستید و ایشون ایرانیان یا نیستن؟ بله، ایشون ایرانی هستن. ایشون حدود 30 ساله که آلمان هستن، ولی من حدود 12 ساله که آلمان هستم. و هر دو چی خوندید، چه میکنید؟ من تو ایران شیمی خوندم، لیسانس شیمی داشتم که اومدم اینجا، و همسرم مهندس هستن، مهندس ناظر توی شرکت خصوصی کار میکنم، ولی من طبق اون رشته‌ای که خونده بودم اینجا ادامه تحصیل ندادم، یعنی میخواستم که ادامه تحصیل بدم، ولی خب همسرم موافق نبودن به خاطر اینکه ایشون معتقد بودن که بهتره که وقت، چون من مادر شده بودم و همزمان تونستم از دانشگاه اینجا برای فوق لیسانس چیز بگیرم، ورودی بگیرم، ایشون مخالفت کردم با این ادامه تحصیل من، و من هم دیدم که بهتره که، یعنی وظیفه مادریم ایجاب میکرد که فعلا این مسئله رو به تعویق بندازم، و تا الانم به تعویق افتاده، ولی الان حدود چند ماهی هستش که شروع کردم به یه کار دیگه که مثلا با رشته من مطابقت یعنی مطابق با اون رشته که خوندم نیست، ولی از کارم راضی هستم و خوشحال هستم از اینکه کار میکنم. کارم هم تو خونه است، به عنوان مترجم مشغول کار شدم و هنوز به صورت غیر رسمی هستش، ولی خب دارم یه راهی رو پیش میرم که تو این راه بتونم یه چیزی. خب مترجم چه زبانی شما هست؟ زبان آلمانی و فارسی. خب آخه این که دایره محدودی داره، اولا تعداد از یه طرف تعداد ایرانی ها کمه، از یه طرف اینقدر زیاد هست که اگر یه دری در این زمینه باز باشه ده که کار تخصص شده، برای شما اقلا مثلا 4-5 سالی بوده که طول کشته در آلمان بودی، 4 سال بوده با همسرتون آشنا شدید، 5 سال بوده، 5 سال بودید که ازدواج کردید، فرزند شما 5 سالشه، 6 سال بوده بعد از اومدن شما. بله. دلیل اینکه من شناختی از شما داشته باشم، شما وقت برای درس خوندن داشتید؟ شما 5-6 سال که میتونستید درس بخونید به وقتی وارد آلمان شدید نخوندید. حالا دو تا سوال مطرحه، یکی واقعا از یه دانشگاه معتبری در ایران لیسانس شیمی گرفتید یا فقط یه لیسانس گرفتید؟ و دوم از دانشگاه سراسری بود و لیسانس هم اینجا کاملا قبول شد و اینجا وقتی که اوکی. نه ولی پرسش با این است که شما آخه همسرتون و بعدم داشتن فرزند مانع ادامه تحصیل شد، ولی حرف من این است که شما اگر شما نکنم 12 سال آلمان هستید، فرزند شما الان 5 سالشه، 6 ساله که شما ماجرای فرزند رو دارید. بله. از حاملگیتون هم تازه بگیریم. بله. حالا قبلش اجازه تحصیل نداشتم، چون که اصلا من به صورت پناهندگی اومده بودم آلمان و تا پروسه پناهندگیم طی شد و تونستم که اینجا اقامت بگیرم و اجازه درس خوندن داشته باشم. حدود 3 سال طول کشید بعد از اینکه شروع کردم به کاری که بخوام برم دانشگاه اینا، با همسرم آشنا شدم و ما ازدواج کردیم. ایشون از اولش به من گفته بودن که مخالف اصلا کار کردن زن هستن و چرا ایشون مخالف کار کردن هست؟ نه سب کنید، آقای دوتا نکته هست. مخالفت یه آدمی که 30 سال در اروپا هست فکر میکنه زن نباید کار بکنه؟ بله، ایشون یک بار ازدواج کردن، جدا شدن. از ازدواج اولشون یک دختر دارن و به خاطر مشکلاتی که سر همین موضوع با همسر اولشون داشتن، شاید نمیدونم، ولی به هر حال
از همون اول که ما با هم دیگه آشنا شدیم این رو به من گفتم و منم پذیرفتم، ولی بعد از اینکه فرزندمون به دنیا اومد و یعنی من به ایشون گفتم که شاید بعد از اینکه فرزندم به یه چیزی رسیدن که یه مقداری که مثلا تونستم برم مهد کودک، من یه مقدار وقت آزاد داشتم میتونم مثلا به این کارو بکنم و ادامه تحصیل بدم، ایشون مخالفت کردن. مخالفتشون هم بسیار شدید بود و من به خاطر حفظ این زندگی، به خاطر نه نه من ببینید منو توصیف باشون موافقت کردم. نه مجبور شما سه چهار جا سب کنید سه چهار جا کاری که غلطه رو باش موافقت کردید. خواهی گذر معناش اصلا این که میل خود اگه موافقت نمی کردم اون وقت کار به جدایی می کشید. ممکنه من بگید که شما با کسی که از شما 14 سال بزرگ داره چرا ازدواج کردید؟ ازدواج هم کرده، بچه هم داره. بله جدا شده بودن موقعی که خب آخه ایشون بعدم اون تجربه قبلی که قرار نیست تعمیم پیدا کنه اگر بد و غلط بوده، حالا کار بدتر و غلطتر آدم با یک کس دیگه بکنه. برای ایشون نگران چی هستن اگر شما برید درس بخونید و کار بود؟ اگر من مثلا وارد محیط دانشگاه، خودشون که معتقد این بودن که اگر که من برم دانشگاه واقعا وقت این که بتونم به بچه ها برسم و نخواهم داشت و از زندگی خصوصی خودمون و از تایمی که برای ایشون و بچه ها میزنم حتما خواهم زد و به خاطر همین این استدلالشون بود و به خاطر همین استدلالشون نیست که نگران هستن شما با کسی دیگه رابطه برقرار. چرا دقیقا، ولی اون چیزی که واقعی هستش اینه، یعنی اون چیزی که ته ذهن ایشون هستش اینه. من چقدر آدم شکاک و چقدر شکاک و سوء ظنی هستن ایشون؟ اونقدر نیست که، یعنی شاید بهتون بگم که رفتار من باعث نشده که هیچ وقت این سوء ظن یا این چیز در ایشون برانگیخته بشه. شاید اگر، ولی مثلا یه سری رفتار شما دختر چندم خانواده هستید؟ اولید یا من فرزند اول هستم، ایشون هم فرزند اول خانواده هستن. شما از چند تا اول هستن؟ ایشون فرزند اول از خانواده، یعنی سه تا فرزند هستن، دو تا خواهر کوچکتر از خودشون دارن و من فرزند اول از پنج تا خواهر برادر هستم، اولین نفر هستم، یعنی چهار تا خواهر برادر از خودم کوچکتر دارم. ولی برای مشکل مشکل به مسئله که الان دارید با ایشون چیه؟ من اصلا با ایشون چی مشکل، یعنی بعد از اینکه این موضوع اصلا راستش رو بخواید نمیخواستم راجع به این مسائل با تو صحبت کنم، میخواستم راجع به پسرم صحبت کنم، ولی گفتم اول یه توضیح کوچیک در مورد زندگیمون بدم که شما یه چیزی از این زندگی ما داشته باشین که بتونیم بچه ها رو الان توی این زندگی ببینین. با اینکه ایشون و من سر این مسائل، مسئله مخصوصا درس خوندن من با هم دیگه اختلاف داشتیم، ولی رابطه‌مون با هم دیگه خوب بوده، همیشه تو هم با احترام بوده و حتی در مقابل بچه‌ها هیچ وقت خیلی به ندرت، شاید یک بار پیش اومده توی این چند سال ما با هم دیگه مشاجره‌ای داشته باشیم، یا مثلا حتی اگر اصلا هیچ وقت بد دهنی، هیچ، همیشه با احترام بوده این ارتباط. و این فرزندان من که توی این زندگی و توی این محیط بزرگ شدن تا الان، مشکل اساسی که پسر 5 ساله من داره و الان این اواخر خیلی شدت گرفته این هستش که پسر من از همون اولش که ما باش توالت ترینینگ رو شروع کردیم دوست نداشت که بره توالت و در این مشکل همجوری ادامه داشت. قبل از این که تا 3 سال من از پوشک نگرفتمش، وقتی که میخواست بره مهد کودک، یه روز که رفته بودیم مهد کودکش اونجا سر بزنیم، دعوتمون کرده بودن، مربی مهد کودکش به من گفتش که الان تابستونه و وقت خیلی خوبه که شما این تلاش رو بکنین که بچه‌تون از پوشک بگیرین. و من تلاش کردم، اولش تونستم از دستشوی ادرارش رو بتونست بره خیلی راحت انجام بده و خیلی راحت بودیم باهاش، ولی در مورد دومی خیلی مشکل داشتیم، یعنی نمی‌رفت، نگه می‌داشت، خیلی نگه می‌داشت و من چند بار مثلا یه مدت تلاش کردم دیدم نمیشه، بعد یه ذره دوباره. نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. شما البته به من نشون دادید چه ویژگی روانی شخصیتی دارید، الان من نگاه و نظرم راجع به شما با اون توضیحات روشن شد. روزی که من و شما میخوایم یه کار تکنیکی بکنیم، یا
یه کاری که یه اصولی داره، قرار است اون اصول رو بیاموزیم و انجامش بدیم. خودمون سر خود که نمیتونیم دو مرتبه هواپیما رو اختراع کنیم و چرخ خیاطی رو. ما قرار است که ببینیم درستش چیه. اینکه شما مشکلی داشتید به خاطر اینکه اصول رو رعایت نکردید، حالا هر کاری کردید یا نکردید اون تمام شده رفته. الان در 5 سالگیش چه مشکلی باشه؟ الان یه مدت این توالتش رو همچنان نگه می‌داشت و نمی‌رفت، ولی بعدش یه مدت که رفت مهد کودک و بعد من فکر کردم شاید این به خاطر مثلا ترس از توالت یا مثلا ناراحت بودن صندلی توالتشه که نمیره. یه صندلی که یه مقدار قیافش خوشگل باشه و بچه ها دوست داشته باشن، یه پله داشته باشه و راحت بتونه روش بشینه رو براش گرفتم. از موقعی که اون صندلی رو گرفتم یه مقدار راحت تر بود و میشست و راحت دستشویی میکرد. اما الان یه مدتیه که باز شروع کرده به نگه داشتن توالتش و انقدر نگه میداره که لباس زیرش بالاخره کثیف میشه و با این که لباسش کثیف شده باز هم نگه میداره. که مثلا چند روز پیش از مهد کودکش به من زنگ زدن، گفتن که بیاین پسرتون رو ببرین، ایشون بیرون روی داره. اونا فکر کرده بودن که بیرون روی داره، ولی من وقتی رفتم آوردمش خونه و لباساش رو چک کردم دیدم نه، این انقدر دوباره خودش رو نگه داشته بوده که اینا فکر کردن بیرون رویه، در حالی که هر دو تا دستش رو با هم دیگه کرده بود و تمام لباساش خیس شده بود، لباس زیرش هم کثیف شده بود. اومدم آوردمش خونه، منتظر بودم که مثلا خب اینا چون گفتن بیرون رویه داره، منتظر بودم که دوباره مثلا شکمش کار کنه و اینا، ولی اصلا هیچ اتفاق نیفتاد. حالش خیلی هم خوب بود. وقتی که رفت توالت دیدم که نه، هیچ مشکلی نداشت. یعنی اگر که فکر کنین که با توالت رفتن هم مشکل داره، یعنی خیلی سخته و اینا، نه، شکمش خیلی هم کار میکنه و خوبه، ولی نمیدونم چرا این کارو میکنه و نگه میداره. هر چقدر هم که مثلا من بهش میگم که پسرم تو اگر توالت تو نگه داری دلت درد میگیره، باید بری این کار انجام بدی، وگرنه مثلا میکروبا تو دلت میمونن، اینجوری میشه، ولی نمیدونم دلیلش چیه آقای دکتر. اما خب که شما دخترم عزیز، صبر کنید، همینجا بیست، صبر کنید عزیز. آخه شما برای خودتون عزیز گفتم یه اصولی رو رامین دخترتون رو رها کنید. شما قرار بوده که ماجرای توالت ترینینگ رو به درستی انجام بدید، حالا به اینجا رسید. الان هم یک کسی رو باید پیدا کنید که کمکتون کنه، یه روانشناس خانم که مقدار بهتون بگه چه باید بکنید. مسئله عجیب و پیچیده نیست، ولی پشتش چیزای دیگه میتونه باشه. من نگران این هستم که این مسئله فقط همین نیست. شما دو تا کار رو میتونید بکنید. یک هفته مدرسه مهد کودک نمیره. دو، اصلا لباسی تنش نمی کنید. دخترتون هم میذارید بره من؟ بله. شما میمونید با پسرتون یا حتی پدرش میمونه و بعدم هر نیم ساعت به نیم ساعت بهش بگید تو میری سر دستشویی میشینی، اونجا چند دقیقه میشینی، بعد با میشین و همین سادگی. و بنابراین از ابتدا اولا اون توالتی که دارید یا چه توالت واقعی چه اونی که خریدید، شما و همسرتون شروع کنید یه بازی کردن که ما روش میشینیم، حالا نوبت توی، حالا نوبت توی، که یه مقدار به عنوان بازی تلقی بشه. بعدم 2 روز که شنبه و یک شنبه میتونه باشه، شما و دخترتون میرید بیرون، چون بهتره پدرش باشه، پسر 5 سال است، تو لباس تنت نیست، حتی خود همسرت هم میتونه اینگونه باشه، ما نیم ساعت به نیم ساعت، 20 دقیقه 20 دقیقه میریم تو دستشویی میشیم. ضمناً تو از 1-2 روز قبلش یه مقدار نوع غذاها و چیزایی که بهش میدید ملین باشه که سبب بشه که به راحتی عمل دفع رو انجام بده و یک بار برای همیشه این موضوع و ماجرا رو ببندید. حتی 2 روز پدرش اونجا باشه این کار رو بکنه یا 3 روز، بعدش مسئله خواهر خواهد بود. شما میتونید بعد از روز شنبه و یه شنبه ای رفتی روز دوشنبه بعد باشید، ولی مدرسه به مدت 1 هفته نره تا اینکه بتونید رو تنظیم کنید. چون ماجرای نگه داشتنش اولا مسائل روانی خودشو داره، وارد تثبیت مقعدی میشه که خودش گرفتاری بزرگی است، اصلا ریشه بیماری اونجاست. دوم، مشکل برای سلامتیش به وجود میاره. ولی از همه بدتر احساس بدی است که به حرمت نفس و سلف استیم او تو مدرسه میخوره. یعنی بچه‌ها دنبال یه همچین موضوعی هستن که بچه‌ها رو برای همه عمر مسخره کنن. و بنابراین مهد کودکش متوقف میشه. به همین جهت است که امروز مدارسی هستن که به هیچ وجه اگر بچه‌ها توالت ترین نشده باشن، اصلا اونا رو به مدرسه ثبت نام نمی‌کنن و راه نمی‌دن. بلکه همچین مسئله رو نمیخوان اونجا داشته باشن.
بنابراین اولا فرزند شما نمیره مهد تا زمانی که حالش درست بشه. دو، غذایی که بهش میدید ملایم باشه. یه شنبه و یه شنبه پدرش میمونه، هر 20 دقیقه 20 دقیقه 15 دقیقه 15 دقیقه ما میریم میشینیم سر دستشویی، 3 دقیقه 5 دقیقه میشینیم میای دو تایی، تو میشینی منم میشینم، یا اون روی اگر توالتش قابل استفاده است اون کوچیک رو کنار هم میذاریم، پدرش میشینه اونم میگیره میشینه، بعد از 3 دقیقه 5 دقیقه بلند میشه. تا این موضوع رو به عنوان بازی و به عنوان یه کاری که باید بکنه انجام بده، احتمالا از سرش میندازی. توی 2 روز عملی خواهد بود، معمولا 1 یا 2 بار ممکن این کار رو بکنه، ولی اگر 5 روز بعدم مدرسه نره، یعنی 9 روز بشه روی هم و این رو بهش آموزش بدید، خودتون خلاص کردید رفته. و الا فرزندتون هم از نظر فیزیکی و پزشکی و هم از نظر روانی سخت میتونه آسیب ببینه. و از خودتون هم مسائل رو دیگه کوشش نکنید حل کنید عزیز، به مجردی که میبینید با موضوع و مسئله روبرو شید با این کسی مشاوره کنید، گفتگو کنید، بهتون نشون میدن و راهنمایی میکنن که چه کنید. حالا اگر دکتر تو سوالی دارید، سوال اساسی من این هستش که آیا این موضوع نگه داشتن توالت پسر 5 ساله من، چون همیشه نیست، بعضی وقتا خیلی راحت میره انجام میده این کارو، ولی بیشتر اوقات نگه میداره، انقدر نگه میداره که بهش فشار میاد و مجبوره که بره توالت، آیا این موضوع نشان دهنده یه مشکل درونی میتونه باشه بزرگه؟ به نظر من در شما یه خبرایی هست، برای که شما عزیزم یه علائمی نشون دارید از یه نوع کوشش به جهت نه توضیح، توجیه همه چیز، و من رو کمی نگران میکنه که چه اندازه دنیای ذهنی و خیالی شما. حتی از پرسشتون به صورتی که مطرح شد، مشکلی که الان دارید، مسئله که با پسرتون پیدا کردید، مسئله این است که یک بار باید این مسئله حل بشه. این که پسرتون بعض وقت میکنه بعض وقت نمیکنه میتونه دلایل داشته باشه. یکی از اونها بسیار از وقت دلیل اصلیش این است که بچه‌ها نمیخوان بازیشون رو قطع کنن و برن این کارو بکنن. به همین جهت که گفتم 20 دقیقه یا 20 دقیقه نیم ساعت به نیم ساعت پدر هر کاری میکنه با بچه، میریم ما میگیریم میشینیم اینجا 5 دقیقه میشینیم بعد راه میافتیم. یعنی تبدیلش کردن به اینکه همه چیز باید قطع بشه و او متوجه بشه که موضوع به خودی خودش مهمه. اینکه خبر دیگری هست من نمیدونم، حالا بهش میرسم. بنابراین شما از این طریق و تحمیل این موضوع به فرزندتون توان این رو پیدا میکنید که بتونید مشکل حل کنید. حالا سوال من از شما اینه و لطفا دقت کنید، آیا هیچ کار دیگری که غیر عادی باشه پسرتون انجام میده در هیچ زمینه دیگری یا نه؟ بله، الان به پسر من، چون دخترم شبا پیش ما میخوابه، پسرم به خاطر چرا شبا پیش شما میخوابه؟ به خاطر اینکه چون فاصله شون 2 سال بود، پسر من وقتی که 3 سالش بود قشنگ یاد گرفته بود که تو تخت خودش بخوابه، تو اتاق خودش بخوابه، بدون اینکه من حتی پیشش باشم. ممکن بود یه کتاب کوچیک واسش بخونم و بعدش شب بخیر بگم و میخوابید و کل شبو میخوابید. سرکار خانم، ما داریم راجع به دخترتون حرف میزنیم. بله دوست عزیزم، چرا میگم شما توجیه است عزیزم؟ اینقدر کوشش نکنید منو گولم بزنید. نه یه موضوع عزیز من، سوال من، نه آخه بهتون میگم بازی شما همینه، شما دقیقا ذهنتون همینه عزیز، نکنید. سوال من فقط راجع به دخترتون، من با پسرتون چیکار دارم؟ چرا دختر شما هنوز کنار شماست؟ به خاطر اینکه پسرمو شبا بیدار میکرد، شب از خواب بیدار میشد، پسرمو بیدار میکرد و اونم بعد خواب میشد. کی بیدار میشد؟ کی بیدار میشد؟ دخترم بیدار میشد، گریه میکرد و پسرمو بیدار میکرد. به خاطر چرا گریه میکرد؟ مثلا بلند شو، خب هنوز خوابش درست نشده بود اونجوری که بخواد کل شب. آخه برای که شما خوابات آموزش بهش ندید عزیز، برای که کار آموزش خواب از 5 ماهگیه، اصولش اونجاست. بله. بچه همقدر که وزنش رسید به 7 کیلو یا 15-16 پوند، هم غذای شبش باید هست بشه، هم باید به اعتنا بهش نکرد اگر شب بیدار میشه. بله. که بگیره بخوابه. یعنی ببینید عزیز، اصول رو به هم ریختید شما، چون کاملا پیداست. یعنی شما یه دستگاه مرتب منظمی که جهاز هاضمه است و خواب کودکی، بر اساس میل خودتون تغییرش دادید. الان هم این موضوع رو به اون موضوع، یا داستان پسر رو الان به دختر، برم دخترتون میاد تو اتاق شما، حالا مسئله شده برای پسرتون. بله، و پسرم هم شبا بیدار میشه و میاد پیش ما میخوابه. خب بنابراین شما باز قاعده به همین، شما اگر با اصلی که من دارم، هیچ وقت هیچ بچه قرار نیست تخت خواب پدر مادرش بخوابه، هیچ وقت. تازه اگر که نوزادم هست یه تختی از کناره، بدن بچه ها قرار نیست به بدن پدر مادرشون بخوره در وقت خواب.
یعنی ببینید شما اصول رو به هم ریختید عزیز، و معلومه که گرفتاری وجود داره، از کجا میاد نمیدونم. روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم برگردیم، و لطفا ازتون خواهش میکنم اگه گفتگویی داریم همونجا بمونید، کوشش نکنید توضیح بدید، توجیه کنید. حالت بدجوری حالت دفاعی دارید شما، یعنی شما فکر کنید الان در دادگاهی باید 5 تا زمینه رو بسازید که این مورد رو نبازید و دادگاه حکم محکومیت رو ندید. خودتون رو خلاص کنید از اینجا، دادگاه نیست. راحت حرفتون رو بزنید میشه فهمید چه خبر است و میشه مشکل رو حل کرد. بعدم و هنوز ما معلوم نشده که اصلا قصه خار و گل و اینا اصلا چه ارتباطی. بله آقای دکتر، من یه سوال ازتون دارم. سوال من این است که تو خانواده پدری و مادری شما و پدر و مادری همسرتون چه اندازه وسواس و عصبانیت بوده و هست؟ عصبانیت که یکی از مشکلات اصلی زندگی ماست، یعنی من و همسرم با هم دیگه هیچ مشکلی نداشتیم و نداریم با هم دیگه تا وقتی که فرزند اولمون به دنیا اومد. از اونجا مشکلات تفاوت نظر تربیتی بینمون وجود داشت. ایشون کلن یه مقدار که چرس کنن آدم عصبانی هستن، نسبت به بچه ها تحملش نسبت به بچه ها خیلی کمه، و با پسرم با عصبانیت همیشه رفتار میکردن، حتی وقتی خیلی کوچیک بودم این مثلا منو خیلی آزار میداد. و فکر میکنم که عصبانیت ایشون باعث شده که پسر من دیگه الان مثلا اگر شما یه چیزی رو خیلی نرمال بهش بگین اصلا توجه بهش نمی کنه. اصلا حتی تو مهد کودک هم همینه، و تا یعنی چون خودم اینطوری فکر میکنم که شوهرم خیلی شرطیش کرده که فقط وقتی یه چیز رو گوش میده که یه نفر با عصبانیت یا با صدای بلند یه چیز رو بهش میگه، شاید از ترسش مثلا یه کاری رو انجام بده. ولی برای من جای تعجبه که همسرم این رفتاری که با پسرم داشت رو هیچ وقت با دخترم نداشته، یعنی با دخترم به مراتب آرومتر و بهتر رفتار میکنه با آرامش بیشتری، ولی با پسرم همیشه با یه مقدار با عصبانیت. اوکی، همسرتون فرزندی که از ازدواج قبلی دارن دختر چند ساله ایه؟ الان دخترش 17 سالش. با کی زندگی میکنه؟ با مادرشون. مادرشون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟ ایرانی هن. بله. اون وقت شما هیچ وقت پرسیدید که چرا طلاق گرفتن از اون خانم؟ بله، ایشون بیشتر مسئله همین که همسرشون میخواستن تحصیل بکنن و این تحصیل و کار خارج از خونهشون مخالف بودن و همسرشون پافشاری میکردن و به همین دلیل اختلافشون بالا میگیره و از آن جدا میشن. خب این دختر خانم رو شما چقدر در میان و میرن خونهشون؟ اصلا هیچ ارتباطی ندارن، فقط همسرم مایانی پولی رو پرداخت میکنه از طریق وکیل با هم دیگه در ارتباطن. نه اونا هیچ ارتباطی با همسرم دارن، من همسرم هیچ تلاشی برای بنابراین ایشون اون دختر رو ترک کرده؟ بله اصلا هم دیگه نه، اوایل هم دیگه رو گویا میدیدن یک سال بعد از جدایی، و بعد هم دیگه اونا اصلا از شهر این شهر رفتن به شهر دیگه و اصلا دیگه ندیدن هم دیگه اصلا، و دخترشون هم هیچ توی این مدت هیچ تماسی با همسرم نداشتن هیچ. حالا اصلا شما از آغاز که آمد، حالا اگر راجع پسرتون حرفی سالی، چیز دیگر غیر عادیش چیه؟ از نظر حمام رفتنش، غذا خوردنش، لباس پوشیدنش، هیچ کار غیر عادی دیگه میکنه؟ نه، فقط یک این توالت مشکل هستش، یکیش توالتشه، یکیش که با خواهرش ممکنه مثلا توی یک ساعتی که با هم بازی میکنن مثلا 20 دقیقه همش دعوا باشه، سر همه چیز با هم دعوا میکنن، ممکنه خواهرش رو بزنه و ممکنه خیلی بعضی وقتا ممکنه که با داد و بیداد حرفش رو بزنه. و وقت تفاوت نظر شما با همسرتون درباره تربیت بچه ها در چه جهتیه؟ یعنی غیر از عصبانیتشون چه تفاوتی شما از نظر کار تربیتی با همسرتون دارید؟ یا الان سبک اینجوری بپرسم، الان همسرتون میامدن روی خط، تو 2 دقیقه میگفتن گله و شکایتشون از شما در ارتباط با بچه ها چیه؟ به من گفتن زن من کجای کارش اشکال داره در جهت پرورش و تعلیم تربیت 2 تا بچه هم. ایشون همیشه به خود من هم میگن که تو هیچ وقت نمیتونی به پسرت، و توی اصلا 5 ساله نتونستی به پسرت حتی یه بارم نبگی، نمیتونی به بچه ها نه بگی و پسرتو خیلی لوس کردی. دیگه چی؟
اینکه یعنی بیشترین حرفشون همین، شما لوسش میکنی، بچه رو لوس میکنی و نمیتونی بهش نه بگی. اوکی. حالا خودتون با هم هیچ مسئله و مشکلی داری؟ آقای دکتر، فقط تنها و تنها مشکل ما همین مسئله درس و تحصیل من بود که من چیز کردم، یعنی اون که الان دیگه گذشته ازم، شما اون زمانی گذشته. که دقیقا دقیقا آزاد بود، بعد من دو تا بچه 5 ساله و 3 ساله بله دارید با مشکلات وقتی بله نه درس خوندن مشکل شما خاصی با هم دیگه نداریم، نه میگم ایشون خیلی خیلی با هم دیگه رابطه خوبی داریم، با هم دیگه هیچ مشکلی نداریم، رابطه عادی نرمال عاری از تشنج و دعوا و تنش و همراه با احترام هستش، یعنی با هم دیگه مشکلی نداریم خدا رو شکر، ولی متاسفانه سر بچه‌ها اختلاف. آخه عزیز من ببینید، باز شما دارید چی کار میکنید، مردم هیچ کس با هیچ کس مشکلی نداره عزیز دل، مردم هیچ کس با هیچ، یکی یه دست سر پول دو هم دعوا دارن، یه دست سر بچهشون دعوا دارن، یه دست سر ملک دعوا دارن، یه دست سر مذهب دعوا دارن. آخه وقتی دعواست دعواست، اینکه ما هیچ مشکلی نداریم جز این موضوع چه فرقی میکنه؟ ما آدمایی میشستم که 30 سال در حال دعوا هستن فقط سر پول، 20 دفعه هم رفتن دادگاه. خب نمیتونن که بگن ما هیچ مشکلی با هم نداریم غیر از پول؟ خب شما هیچ مشکلی ندارید غیر از بچه ها؟ خب برای مشکل دارید، یعنی این نگاه شما برای من عجیب و غریب. فرمایشات شما که فرموده بودین اگر یکی از طرفین، حالا شاید الان یک طرفه به قاضی ندم، خیلی وقتام کارای من اشتباهه، ولی من الان چون خط هستم و دارم با شما صحبت میکنم از اون راه حل میخوام، شما فرموده بودین که اگر یکی از طرفین یک کار اشتباهی کرد، اون یکی نباید کار خوب انجام بده. نه حرف این بود که اگر، نه حرف این بود که اگر زورتون به اون نمیرسه و اون کار قد و بد و غلط اشتباهش کنه، شما بهتره رها کنید، مثل کار اون بکنید، چون آسیب بچه خیلی کمتره. الان سوال من از شما این هستش که با توجه به این توضیحات و این صحبتهایی که با هم دیگه کردیم، به نظر شما حال پسر من چقدر بده؟ من نمیدونم، بلکه من از شما چیزی نمیتونم بفهمم عزیز، بلکه اصلا من نمیدونم. فرزند شما اگر مشکلش فقط توالت ترینینگش یه مثلا، ولی شما الان دارید میگید خواهرش هم میزنه یا با هم دعوا دارن در هر فرصتی که باشه، بعدم به من میگید که گوش به حرف هیچ کسی نمیده مگر اینکه بترسه. خب اینا علائم خوبی نیست، یعنی به نظر من بوی بیماری میده، ولی چه هست رو نمیدونم. برای که ببینید عزیز، گزارش دقیق و درستی من از شما ندارم، من حرفایی رو که شما زدید رو همش باید 20-30% فکر کنم یه چیز دیگه هم میتونه باشه، نه اینکه من دروغ گفتید. ذهنی که شما دارید یه ذهن تدافعی عجیب و غریبیه، بعدم همسرتون هم با توجه به فاصله سنیتون، داشتن یه فرزند که کاری با اون فرزند ندارن، بعد عصبانیت ایشون نسبت به پسرتون، نبودن عصبانیت نسبت به دخترتون، فرض ایشون بر اینکه شما بچه ها رو لوس بار آوردید که اصلا معنی نداره، بچه لوسه که ما بهش محبت کامل همیشگی رو ندادیم، برخی از اوقات دادیم بعضی اوقات ندادیم، او برای به دست آوردن محبت دست به مانورایی میزنه، ولی خود مسئله لوسی فرزند شما نیست. و بعدم بچه یه گرفتاری هایی شاید داشته باشه، شما از یه طرف هم خوشبختانه میگید مشکلی از جهاز حازمه و عمل دفع نداره، چون برخی از اوقات بچه هایی هستن که اینقدر یبوست بدی دارن که حتی عمل دفعشون با خون ریزیه. به نظر میسه شما همچین مشکلی رو ندارید. نه پس کاملا برمیگرده به ذهنیت فرزندتون، و به همجاز که من توصیه این است که او رو با پدرش بگذارید، شاید این رو یاد بگیره. علتش هم گفتم بیش از همه محیط آموزشی و بیرونه که اون اسبا درش میاره، یعنی اون دیگه براش هیچی باقی نمیگذاره. بنابراین 9 روز فرزندتون در جهت، بعدم بچه ها روزی 1 یا حد اکثر 2 دفعه که بیشتر دستشویی بزرگشون یا مدفوع رو ندارن. خب بنابراین میشه اینو تنظیمش کرد، و اگر خلاص بشه و دیگه خودش رو نگه نداره یا قرار نمیست نگه داره. ببینید عزیز، برخی از اوقات بچه ها به مجردی که صبحونه میخورن بعد از 10 دقیقه 15 دقیقه میرن دستشویی، بعضی وقت اینو ممکنه شب انجام بدم. علتی که من تاکیدم اینه که بچه‌ها رو روی صبح یا بعد از ظهر بگذاریم اینه که به محیط مدرسه یا مهد کودک نرن، و بچه اگر مدفوعش اون زمان تنظیم بشه، معمولا این مدفوع 24 ساعت یه دفعه خواهد بود، کمکش میکنه که خلاص بشه. یعنی همیشه تکلیف معلومه که کی این کار رو میکنه، چه بعد از مثلا مدرسهش، بعد از مثلا یا قبل از شام یا بعد از شام یا بعد از صبحونه.
اینا رو اگر بتونید یه ذره میشه کمکش کرد، و اون کمک کردن هم از طریق یه مقدار ملاینایی است که بهش برید که اصلا نتونه خودشو بگیره، نمیخوام بگم حتی حالت مثل اسهال رو پیدا کنه، برای که مهم اینه که ببینه بهش هم فشار اومده هم راحت میتونه خودشو خلاص کنه. ولی اگر اون توصیه که کردم، اگر ماجرا اینه، من مطمئن نیستم، همسر شما میتونه 2 روز شما شنبه شنبه رو امتحان کنید ببینید به کجا میرسید، و در نتیجه اصلا لباسی نباشه، بگن لباس ها رو ریختیم ظرف بسیار خوششویی یا لباسشویی، آماده نیست. هم پدر هم پسر نسبتا حتی اوریان باشن هیچ هم نمیشه. بعدم 15 دقیقه به 15 دقیقه 20 دقیقه 20 دقیقه میریم سر توالت میشینیم ببینیم کی میتونه کاری بکنه یا نکنه. به همین، به صورت اصلا یه بازی. فقط همسرتون میدونه هدف چیه. هدف این است که او رو به این مرحله برسونه که بره دستشویی و این کار رو انجام بده، 2 روز انجام بده. اگر 4 روز ادامه پیدا کنه، مشکل برای همیشه حل شده است. بله، متوجه شدم. بنابراین این مشکل حل کنید، ولی که والا این تثبیت مقعدی میتونه کاملا کار دستتون بده و گرفتاری های بسیار بزرگ و جدی داره عزیز. هر حال امیدوارم بتونین حل کنید. لطفا تو این زمینه اگر خواستید از یک کسی کمک بگیرید، خودتون مسائلتون رو کوشش نکنید تعریف کنید یا حل کنید، برای که میتونید گرفتار بشید با توجه به اشکالات و فاصله ها و تفاوت هایی که دارید. امیدوارم حالا که مسئله فقط موضوع بچه هاست، اون رو با همسرتون حتی توافق کنید، یه کتابی رو مشترکاً با هم بخونید، بر مبنای اون حرکت کنید که خاطرتون آسوده باشه، با هم اشکال اختلافی نداشت. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی آقای دکتر، متشکرم. خیلی ممنون.